شاخه خراسان و گروه خودخوانده اسلامی داعش روزی بر این سرزمین ها حکم روایی میکرد. مردمان این محل میگویند گروه بظاهر جنگجو اما در اصلی ظالم. بیشترشان از کشورهای خارجی آمده بودند. هر سربازی که تازه به این گروه یکجا میشدند ماهی 1000 دلار آمریکایی مزد میگرفت. باشنده های این محل میگویند خرید فروششان در بازار دره باندر نیز دلار آمریکایی بوده است. که ورکولا د کور خپل د مریسته بیلی پیسې ورکولې د ماشومې بیلی پیسې ورکولې د څمره ماشومان او څمره دغه وغه بیلی بیلی تلخه و د ماشومه پوری تلخه ورکولا و ده. جاده پر خم و پیچ دره باندر حکایت های تلخی از سرنوشت تاریک 5 سال قبلش دارد. این مکان ها تمامیشان ماین فرش است و این دره زیبای اچین پر از معدن های گوناگون به ویرانه مبدل شده است. اما تلختر سرنوشت بانوان این محل بوده است که از زبان مردم حکایت می شود. لسو را دو آدم که دریو را دو آقایم که چلویخت را دو آقایم که لکال آقایم که نیکه یو سرکره او نور را بپری خوده خپل خواخی کاری که کنه خپل خواخی بطور چرا ده نیکه مو تاثر کرو. نظامیان افغان در یک ماه پسین روز را بر افراد این گروه از شب سیاتر می سازد تا جایی که مجال زیر خاک کردن افرادشان را هم از آنها میگیرد و بسیاری از جسدهای داعشی در زیر آوارها این گونه باقی است. این افراد گروه داعش از کشورهای همچو پاکستان، تاجیکستان، اردن، ازبکستان، ترکیه، بریتانیا، ایران و کشور عربی گفته می شود. ظلمونه کردی چه دخل کنی مالونه بولی، دخل کنی غواگانه بولی دو کورونا، دخل کنی سری و جلی و نیولی دی. اروپیه ترخیشتی دی دین غرز درم سا کورونی بران چور کردی دی. 300 داعشی جنگجو به شمول 626 زن و کودکشان که تسلیم حکومت شدن میگوین از طریق صفحات اجتماعی مانند فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ با ابوبکر بغدادی رهبر گروه داعش گفت و شنود کردن. تمام چیزای ما از طریق چی شده؟ از طریق اینترنت، از طریق بیعت ما کلان ما خود اونا رو ندیدیم نه؟ اینجا ما کلان داشتیم، امیرای ما بود. در حدود 625 نفر که زن و طفل در این شامل است، ایرا آمدن و ما ایرا جای بجای کردیم و قرار راپور ما که تعداد زیاد شده میره، شاید تا از 1000 اضافه شد و تا 1500 یا 2000 هم برسه. ننگرهار که بیشترین نسته های داعش در آن وجود دارد، اکنون این گروه از یک سو زیر فشار طالبان قرار گرفتند و از سوی دیگر زیر حملات شدید نیروهای امنیتی. با تسلیم شدن این داعشی ها دیده شود که داعش به گونه کامل از این ولایت پاک خواهد شد یا خیر. سمجهش، آریانا نیوز، ولسوالی اچین، ولایت ننگرهار.